با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه راههای زن، امیدوارم هفته های خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. برنامه راههای زن از طریق کانال یک پخش میشه. لطف کنید برنامه رو به علاقمندان برنامه و همچنین به فعالین حقوق زنان اطلاع بدید. اگر به ماهواره دسترسی ندارید میتونید برنامه رو به صورت زنده از خود کانال یک نظاره‌گر باشید. عزیزانی که با ما ارتباط گرفتید، در هفته گذشته اخبار گزارشات و ویدیو فیلم هایی برای ما ارسال کردید، بسیار سپاسگزار هستیم. کماکان با ما در ارتباط باشید. از کوزه همان برون تراوت که دروست، از کوزه حکومت اسلامی بجز ریا و تزویر، سرکوب و زندان، سرپوش گذاری بر چپاور نان سفره میلیون ها شهروند تحت ستم، چیز دیگری برون نخواهد آمد. در هفته های اخیر ما شاهد پیش لرزه های یک لرزه عظیم اجتماعی ناشی از تحرک گسل های عمیق طبقاتی و گسترده در کشوری پهناور بودیم. رژیم عقب مانده ارتجاع اسلامی با بکارگیری پیشرفته ترین امکانات سرکوب و سازمان های عریض و طویل اطلاعاتی نیز از بروز عصیان خشم مردم در ابعاد گسترده غافلگیر شد. مردم در کف خیابان رشته های خیالی حاکمان را پنبه کردند و نشان دادند که وعده های توخالی حکام اسلامی از هر دو جناح شکم گرسنه فرزندانشان را سیر نمی کنند و یارانشان را از زندانهای رژیم آزاد نخواهند کرد. نشان دادند که حکام اسلامی نه برای پاسخگویی به نیازهای مردم، بلکه فقط برای چپاول انوار عمومی و سرکوب معترضین بر مسند قدرت نشستند. نشان دادند که رهایی از این وضعیت ناهنجار فقط با همبستگی مبارزاتی آحاد مردم و برای برقراری نظمی نوین مبتنی بر آزادی و برابری ممکن است. بودجه تقدیمی جناب رئیس جمهور در صحن مجلس فرمایشی به راستی صحنه تقسیم اموال به سرقت رفته توسط علی بابا و چلوز بغداد رو لیکنی بار در تهران به نمایش گذاشت. دیگر حنای اصلاح طلبی هم رنگی ندارد و مردم با حضور در خیابانها و با شعارهایشان رأی خود را از آقای روحانی هم پس گرفتند و تنفر خود را از کلیت نظام ظالمانه و چپاولگر اسلامیون به وضوح نشان دادند. و اما کوزه صبر و تحمل مردم لبریز شد و به جهانیان نشان دادند که دیگر چپاولگری یک درصدی ها و تحمل گرسنگی و زندان به 99 درصدی ها را تحمل نخواهند کرد. در برنامه امشب با میهمان برنامه در مورد بررسی علل بروز اعتراضات مردمی در سراسر کشور و علل ناتوانی رژیم به پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای مردم میپردازیم. اما قبل از اون نخست ضروری است که از وضعیت عزیزانی که در این مدت زندانی و ناپدید گشته اند جویا شیم. به همین دلیل سری میزنیم به بلژیک و با فعال حقوق زنان مدافعین حقوق زندانیان سیاسی سلماز اسکندری به گفتگو می نشینیم. فکر میکنم سلماز رو روی خط داریم. بله سلماز عزیز، به برنامه رهایی زن خوش آمدید. سلام مینو جان، خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون رهایی زن. سلماز عزیز، میدونم که دستن در کار یک سری از هماهنگی ها برنامه ریزی هایی هستی در این ارتباط، خسته نباشید. اولین سوالم رو بدیم گناه آغاز میکنم. آخرین اطلاعات شما از وضعیت دستگیر شدگان اعتراضات مردمی چی هستش؟ بفرمایید.
راستش رو بخواین اینکه آخرین آماری که الان دقیق در دست داشته باشیم رو نداریم، به خاطر اینکه خیلی از خانواده هایی که فرزندانشون و عزیزانشون دستگیر شدن توی تجمعات، حالا به علت مشکلات ارتباطی که توی ایران به وجود اومده، قطع شدن اینترنت، قطع شدن شبکه های مجازی، یا اینکه ارتباطی ندارن با رسانه ها که بتونن خبررسانی بکنن این قضیه رو. خیلی ها این وسط ممکنه که هنوز آماری ارائه نداده باشن و خیلی از خانواده ها ممکنه از ترس اینکه اتفاقی برای زندانیشون بیفته، در اگر این زندانی خبرش رسانه‌ای بشه، سکوت کرده باشن و حرفی در این زمینه نزده باشن. اما طبق آماری که خود در واقع رسانه های ملی جمهوری اسلامی و مشخصا نمایندگان مجلس و چهره های اصلاح طلب در واقع مجلس تا الان ارائه دادن، نزدیک به 3700 نفر بازداشت شده در تجمعات اعتراضی مردم تا الان آماری که دادن وجود داره، و طبق آمار دیگه‌ای که هست حدود 100 خورده دانشجو رو، باز همین آماریه که یکی دیگه از نمایندگان مجلس خانم پروانه سلحشوری دادن، که 100 خورده ای از دانشجویان بازداشت شدن، و همچنان ما شاهد احضارهای مکرر فعالین کارگری، فعالین مدنی، فعالین اجتماعی در حوزه های مختلف و بعضی از دانشجویان هستیم و گویا این روند همچنان ادامه داره و نمیتونیم الان خیلی آمار دقیقی از اینکه چه تعداد بازداشتی وجود داره بدیم. همینطور که اشاره کردید و همه مطلع هستند، تعداد بسیاری در زندان ها هستند، دستگیر شدن و خانواده های اونها اطلاعی ندارن. شما اطلاع دارید که تلاش خانواده ها برای شناسایی محل بازداشت عزیزانشون به کجا رسیده؟ مینو جان، من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه گریزی بزنم سر همون سوال اول که ربطش بدم به سوال دوم در واقع، و چند تا نکته هست که به نظرم شایان توجهه و باید در واقع گفته بشه. ببینید، ما توی دستگیری هایی که در واقع توی اتفاقات اخیر و حوادث اخیر داشتیم، ما با دو نوع در واقع دو روی کرد مواجه هستیم. یکی افرادی هستن که توی تجمعات و تظاهرات گرفتن اینها رو، خب بعضن مکان اینها بعضی ها مشخصه، بعضی ها مشخص نیست. همونطور که قبلتر هم گفتم بهتون، خیلی از خانواده ها رو ما بهشون دسترسی نداریم که بتونیم اطلاعات جامع ازشون بگیریم. خیلی از خانواده ها بنا به دلایل امنیتی یا هر چیز دیگه اطلاعات رو بروز نمیدن. نمیدونیم که آیا اینها میدونن فرزندانشون کجا هستن یا نه. بیشترین آماری که ما داریم مربوط به شهرهای بزرگ مثل مثلا اهواز و در واقع تهران تا الان، یعنی اسامی دستگیر شدگانی که تونستیم جمع بکنیم و به دست بیاریم، برای این دو تا شهریه که به هر حال شهرهای بزرگی هستن و امکاناتشون برای اینکه خبررسانی بکنن بیشتره. اما در مورد شهرستان‌های کوچک متاسفانه ما هیچ اطلاعی نداریم. مثلا تا جایی که من میدونم توی قدریجان اصفهان تعداد خیلی زیادی دستگیر شدن، درود همینطور، و خیلی شهرستان‌های کوچک دیگه. ایزه تازه یه چیزی هلوهوش 36 نفر به ما لیست داده شده، اونم تیکه تیکه، خود کسایی که در واقع تونستن ارتباط بگیرن، پیدا بکنن، دارن این لیست رو آماده میکنن. این فقط صرفا در مورد افرادیه که توی تجمعات بازداشت شدن، اما هنوز تعداد این لیست که تا الان تونستیم جمع آوری بکنیم به حتی 150 نفر هم نرسیده از این 3700 نفری که میگن دستگیر شدن. پس ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که آیا خانواده ها میدونن بازداشت شده هاشون کجا هستن یا نه. اما با توجه به دستگیری دانشجو، چون به هر حال یه موجی رو همونطوری که گفتم ما سر دستگیری دانشجویان و فعالین داریم میبینیم، و مشخصا اگر اشتباه نکنم شروعش از 9 و 10 دی ماه بوده،
اگر بخوایم بر طبق اون مسئله رو نگاه بکنیم، خیلی از این دانشجوهایی که الان توی بازداشت هستن هنوز خانواده هاشون نمیدونن که کجا نگهداری میشن، فقط صرفا مثلا چون دانشجو از خونه در واقع رو بودن، یا از دانشگاه، یا به هر حال از اطراف دانشگاه یا از محل کار مثلا بردن و کسانی شاهد بودن و تونستن خبر بدن که مثلا فلان فرد در فلان تاریخ توی این مکان دستگیر شده. اما اینکه الان در چه وضعیتیه، کجا نگهداری میشه و به کجا منتقل شده، بعضا اطلاعاتی وجود نداره. من در مورد بازداشت دانشجویان چند تا نکته رو باید بگم. اگر ما بخوایم این رو در واقع دنبال بکنیم، یعنی از روی اسامی و چهره هایی که بعضا شناخته شده هستند بخوایم دنبال بکنیم، ممکنه که در واقع ببینیم ما به یک جایی میرسیم که میبینیم انگار این دستگیر شدن ها و این در واقع رو بودن دانشجویان حالت سیستماتیکی پیدا میکنه که انگار اینها رو از قبل تحت نظر داشتن و ارتباطی خیلی به تجمعات روزهای اخیر نداره، فقط صرفا فرصتی بوده برای اینکه بتونن از این آب گلالود ماهی بگیرن و این تعداد دانشجویی که حالا از قبل شناسایی کردن و تحت نظر داشتن رو منتقل بکنن به بازداشتگاه ها. روز 16، اگر خیلی بخوام به عقب برگردم و بخوام یک نقطه ای رو در نظر بگیریم برای شروع، روز 16 آذر ما در چند دانشگاه بزرگ ایران شاهد تجمعات بسیار رادیکالی توی دانشگاه ها بودیم. مشخصا دانشجوها توی تجمعات روز 16 آذر ما بلند شدن و اعلام همبستگی با طبقه فرودست و طبقه کارگر جامعه کردند. شعارهای رادیکال نان، کار و آزادی رو دادن و با شعار دانشگاه زنده است و دانشجو کارگر اتحاد اتحاد اومدن و مشخصا هدف قرار دادن سیاست های نئولیبرالی دولت رو و که به هر حال منجر به خالی شدن سفره کارگران و اقشار فرودست جامعه شد. بعد از این اتفاق، در واقع بعد از این قیام مردمی که توی ایران اتفاق افتاد، شب نهم دیما، روز نهم دیماه در دانشگاه تهران ما شاهد یک تجمعی بودیم که دانشجویان در کنار مردم شعارهای یک دست رو دادن و اتحاد خودشون رو با قیام مردمی اعلام کردن. همون شب در کوی دانشگاه تهران تجمعی اتفاق افتاد و با شعار دانشجو کارگر اتحاد اتحاد یا دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، دانشجویان جمع شدند و مجددا اعلام همبستگی کردند. بعد از اون در تاریخ 9 و 10 دیما موج دستگیری ها شروع شد. ابتدای این دستگیری ها رو بودن 4 نفر از دانشجویانی بود که مشخصا جز دراویش گناوادی هم بودن و اینها رو از بیمارستان دی طبق اون چیزی که شاهدین عینی بیان کردن، حتی با ضرب و شتم و شلیک تیر هوایی اینها رو بازداشت کردن و بردن. چند روز بعد، در واقع فکر میکنم یکی دو روز بعد از این اتفاق بود که جمعی از دانشجویان علامه در اعتراض به دستگیر شدن یکی از هم دانشگاهی های خودشون به اسم فائزه عبدیپور که جز همین 4 دانشجویی که گفتم خدمتتون توی بیمارستان دیرو بوده شدن، اینها جلسه‌ای رو با ریاست دانشگاه برگزار کردن و خواهان آزادی هم دانشگاهی های خودشون شدن که وقتی اینها از جلسه خارج میشن، اینها رو در خارج از دانشگاه یا در محوطه دانشگاه نیروهای امنیتی بازداشت میکنن. یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به جای اینکه پاسخگوی بازداشت خودسرانه دانشجو باشه و در رابطه با
امنیتی شدن فضای دانشگاه و پادگانی شدن دانشگاه پاسخ بده جمعی از دانشجویانی که تنها خواستشون در واقع آزاد شدن دانشگاهیاشون بود رو دستگیر میکنن و میبرن. بعد از اون در دانشگاه تهران هم دقیقا همین اتفاق میفته. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران که فکر میکنم حدود 20 نفر بودن و مشخصا اینها اعضای فعال شورای صنفی دانشگاه بودند، در نشست مشابهی با ریاست دانشگاه و با همین مطالبه که خواهان آزادی دانشجویان بودند، پس از خروج در اطراف دانشگاه، خیابانهای اطراف دانشگاه، امیرآباد یا محوطه دانشگاه دستگیر میشن و به بازداشتگاه ها منتقل میشن. از این تعداد، از این 20 نفری که به هر حال از دانشگاه تهران و 13 نفری که از دانشگاه علامه روبوده شدن، تعدادی آزاد شدن اما تعدادی هنوز هیچ خبری از وضعیتشون به دست ما نرسیده. ما نمیدونیم لیلا حسین زاده کجا در واقع نگهداری میشه، ما نمیدونیم سوها مرتضایی و بقیه بچه های دیگه که الان توی بازداشتگاه ها هستن مشخصا کجا هستن. تنها یک اطلاعاتی رسیده که خب اینها توی اوین هستن، اما توی کدوم بند اوین، آیا در واقع زیر شکنجه هستن، هیچ اطلاعی وجود نداره. در واقع وضعیت دانشجوان به این صورته. در بین این چهره های دستگیر شده شما میتونین دانشجویانی رو ببینین که به هر حال فعالیت داشتن، دانشجویانی رو ببینین که نتونستن در تمام این مدت نسبت به شرایطی که توی جامعه گذشته بی تفاوت باشن، دانشجویانی رو میبینیم که مواضع مشخصی دارن. خیلی از این دانشجویان در واقع تفکر مشخصی دارن، حملات بیشتر به سمت دانشجویان چپ اتفاق افتاده و به هر حال فکر میکنم این چیزی نیست که بتونیم نسبت بهش بی تفاوت باشیم و باید حتما به این مسئله توجه بشه، چرا که دانشگاه در تمام این مدتی که به هر حال دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی روی کار اومدن و رفتن، دانشگاه همیشه نشون داده که در برابر سیاست‌های دولت‌های مختلف، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورزی و در واقع دولت اعتدال، که همه اینها همیشه هدفش خالی کردن سفره کارگر و اقشار فرودست بوده، سکوت نکرده و همیشه موضع مشخص داشته. بیانیه‌ای که خود شورای صنفی دانشجویان اعلام کردن و مشخصا نامه‌ای که به وزیر علوم نوشتن و اعتراض کردن به این موج دستگیری دانشجویان در سراسر کشور، یعنی صرفا این چیزی که دارم بهتون میگم صرفا در دانشگاه های تهران اتفاق نیفتاده، ما تعدادی دانشجوی دستگیر شده توی دانشگاه رازی کرمانشاه داریم، در دانشگاه تبریز همینطور، در دانشگاه ارومیه همینطور، که اتفاقا از وضعیت اینها اصلا هیچ اطلاعی در دست نیست. در نامه‌ای که به وزیر علوم شورای صنفی نوشت، به شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف نوشتن، اعتراض خودشون رو به این مسئله اعلام کردن و خواستشون هم مشخصا این بود که رسیدگی تا آزادی فوری بدون وثیقه و بدون تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان، خروج نیروهای امنیتی و لباس شخصی از فضای دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، پایان دادن به بازداشت خودسرانه دانشجویان و تهدید آنهاست. یعنی کاملا موضع مشخصه، اما متاسفانه چیزی که ما داریم میبینیم، حتی دانشجویانی که دارن آزاد میشن و کمابیش خبر آزادیشون میرسه و همه ما خوشحال میشیم، اما متاسفانه تمام اینها دارن با قید کفالت آزاد میشن، با قید وثیقه های سنگین 200 میلیونی و 300 میلیونی دارن آزاد میشن و برای اون تعدادی که آزاد شدن و تفهیم اتهام شدن، یکی از اتهام هایی که بهشون نسبت داده شده تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملیه. همه اینها رو توضیح دادم که بگم اطلاعاتی که داریم خیلی اطلاعات کاملی نیست، پس نمیتونیم کامل صحبت، یعنی قاطع صحبت بکنیم در مورد این موضوع.
از خیلی از نقاط ایران اطلاعی در دست نداریم. آمارهایی که داریم، آمارهایی که از تریبونهای خود جمهوری اسلامی داره اعلام میشه و همه ما میدونیم که این رسانه ملی جمهوری اسلامی و تریبونهای جمهوری اسلامی هیچ وقت واقعیتها رو اونطوری که هست نمیگن. اما اگر به استناد همین آمارهایی که خودشون دارن اعلام میکنن بسنده بکنیم، آمار بسیار آمار وحشتناکیه و متاسفانه خبرهایی که میرسه از بازداشتگاه ها، ضرب و شتم بچه ها موقعی که دستگیرشون کردن و اتفاقات ناگواری که توی زندان ها میفته، همش خبرهای نگران کننده یه که متاسفانه ما فقط شاهدش هستیم الان. تا کنون از جان باختن چند نفر در زندان ها با خبر هستید و اسامی این جان باختگان آیا مشخص شده؟ سه نفر از متاسفانه کشته شده های توی بازداشتگاه هویتشون مشخص شده. خود در واقع مسئولین جمهوری اسلامی هم، حالا اونهایی که به هر حال دارن میان و صحبت میکنن و حالا موضع میگیرن در این زمینه، این رو تایید کردن. اما چیزی که نسرین ستوده پریروز در واقع توی یک مصاحبه‌ای صحبت کرد و اعلام کرد این بود که شمار کسایی که توی بازداشتگاه‌ها کشته شدن بیشتر از این سه نفره و پنج نفر تا الان تایید شدن. هویت دو نفر دیگه مشخص نیست. اما این سه نفر، یکیشون سینا قنبری بوده، یک جوان 23 ساله‌ای که توی قرنطینه زندان اوین در واقع به طرز مشکوکی کشته شده. میگن که خودکشی کرده. این به هر حال همه ما میدونیم این رو، ما تجربه سال 88 و کهریزک رو داریم و این اخبار و این در واقع ادبیات برای ما ادبیات ناآشنایی نیست. اینکه همون موقع هم اعلام میکردن که مثلا فلان زندانی منینژیت گرفت و مرد، یا فلان زندانی در واقع سکته کرد، فلان زندانی خودکشی کرد. الان هم همون رویه است، هیچ چیزی تغییر نکرده. سینا قنبری رو اعلام کردن که خودکشی کرده توی بازداشتگاه. اما به هر حال کسی که توی زندان رفته باشه و دیده باشه میدونه که وسیله برای خودکشی وجود نداره، چون همه چیز رو از زندانی میگیرن و لباس زندان تنش میکنن، میفرستنش توی در واقع بازداشتگاه و اینکه تنابی وجود داشته باشه برای اینکه این خودش رو بتونه حلق آویز بکنه و اینها، مسلما همچین چیزی وجود نداشته. یکی دیگه از اینها یک جوان دست فروشیه که توی بازداشتگاه عراق کشته شده به اسم وحید حیدری و این رو هم مجدداً اعلام کردن که خودکشی کرده. و حتی برای اینکه فشار افکار عمومی رو کمتر بکنن، به این فرد در واقع اتهام‌های واهی نمیدونم حمل مواد مخدر یا هر چیز دیگه‌ای که به هر حال از این سیاست‌های جمهوری اسلامیه و هممون باهاش آشنا هستیم، از این اتهامات بهشون زدن. و یک جوان دیگه و همه اینها به هر حال جوانهای کم سن و سال و همه از اقشار فرودست جامعه، دست فروش و کارگر و به اسم محسن عادلی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در زندان دسفول یا خوزستان، یکی از شهرهای خوزستانه، باز هم ایشون رو هم گفتن که خودکشی کردن. یعنی شما فکر کنین سه جوان رو توی تجمعات میگیرن، انسانهایی که بلند شدن برای اینکه زندگی بهتری رو برای خودشون و بقیه مردم درست بکنن، انسانهایی که انقدر امید به زندگی داشتن که اومدن توی خیابونها و ایستادن و خواستن که بین مرگ و آزادی یکی رو انتخاب بکنن، این جوان چطور میتونه به خاطر یک شب بازداشت شدن دست به خودکشی بزنه؟ و این آماریه که تا الان تونستیم به دست بیاریم. اما همونطوری که بهتون گفتم تا الان 5 نفر اعلام شده، هنوز هویت اون دو فرد و یا عکسی از اینها اعلام نشده، دیده نشده. ما شمار خیلی زیادی از کشته شده ها رو هم توی تجمعات داشتیم که این بین
کودکان و نوجوانان هم وجود داشتن. از نوجوان 13 14 ساله شما بگیرین تا بچه‌ای که به هر حال حالا توی تجمع بوده و به خاطر شلیک مستقیم گلوله های نیروهای امنیتی توی تجمعات کشته شده. سلماز اخیرا اعتراضی بود در مقابل زندان اوین در بین معترضین. مادر عزیز سهیل عربی دیده می شد که در حمایت از مبارزات مردم و در اعتراض به این دستگیری ها به اونجا آمده بودن. لطف کنید از جزئیات این تجمع برای بینندگان ما توضیحاتی رو بدید. در اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه‌ای که در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بخشی از اینها در واقع دانشجویان و دراویش گنابادی بودند، ما 10 روز شاهد تحصن دراویش گنابادی جلوی زندان اوین در اعتراض به این مسئله بودیم. طی فراخوانی که دیروز برای تجمع و اعلام همبستگی با خانواده بازداشت شدگان و دراویش گنابادی تحصن کننده جلوی زندان اوین داده شد، ما شاهد حضور بسیار خوب مردم دیروز بودیم که با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی بیگناه آزاد باید گردد، در واقع مقابل زندان اوین دست به تجمع زدن. و خوشبختانه خبرهایی که دیشب به دست ما رسید، با وجود اینکه جو مقابل زندان اوین بسیار جو امنیتی شده بود، تجمع کنندگان در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشتن و اخبار زد و نقیزی حتی در این زمینه به دست ما میرسید که بعضا دست به سرکوب تجمع کنندگان دارن میزنن، اما خوشبختانه ما بازداشتی در این زمینه دیروز نداشتیم و خبرهای خوبی رو دریافت کردیم که یکی از این اخبار آزاد شدن تعدادی از دراویش گنابادی و مشخصا دانشجوهایی که گفتم در بیمارستان دی دستگیر شده بودن بودیم و یکی دو تا از فعالین مدنی که در واقع در بازداشت به سر می بردن و چند نفر از دانشجویان که البته دانشجویان با قید کفالت همشون آزاد شدن. اما به هر حال نشون داده شد که اتحاد مردم در کنار همدیگه و استمرار اونها بر خواسته هاشون میتونه در واقع سیستم جمهوری اسلامی رو و نیروهای امنیتی رو یک قدم به عقب برداره و اگر در روزهای آتی و در آینده ما این استمرار و اتحاد رو حفظ بکنیم و کنار هم قرار بگیریم، مسلما ختمه به پیروزی خواهد شد. آیا مرکزی برای ثبت نام ناپدید شدگان و پیگیری از وضعیت اونها دایر شده؟ از روز اولی که موج دستگیری ها شروع شد، به خاطر حمایت از در واقع بازداشت شدگان تجمعات و دانشجویان و فعالینی که در واقع بازداشت شدن، ما کمپینی رو راه انداختیم و یک کانال تلگرامی درست کردیم به اسم در واقع برای آزادی دستگیر شدگان قیام میکنیم و از همون موقع شروع کردیم به فعالیت کردن. تمام اخباری که مبنی بر اینکه کسی دستگیر میشه یا حتی احضارهایی که وجود داره رو سعی کردیم که خیلی دقیق ثبت بکنیم اینجا. همه اخبار با چند منبع چک میشه، منابع معتبر که حالا یا خانواده یا دوست یا به هر حال منبعی که موثقه و میتونه تایید بکنه صحت و سقم اخبار رو. و تلاشمون تا زمانی که در واقع درب زندان ها شکسته بشه و تمام زندانی های ما آزاد بشه ادامه خواهد داشت. این اخبار رو ما در واقع توی این کانال تلگرامی منتشر میکنیم و در اختیار همه دوستانی که در کار رسانه هم هستن قرار میدیم، یا مستقیم قرار میدیم یا خودشون به هر حال استفاده میکنن از این منابع. و خوشبختانه تا الان تونستیم تعدادی از بازداشت شده ها رو شناسایی بکنیم و صدای اینها رو بلند بکنیم، چون تجربه نشون داده هر چقدر یک بازداشت که هر چقدر یک زندانی صداش بیشتر شنیده بشه، هزینه نگهداریش برای سیستم جمهوری اسلامی سنگین تر میشه و احتمال اینکه آسیب بیشتری توی زندان ها بهش برسه کمتر خواهد شد. مشخصا این چیزیه که
خود من درگیرش هستم. اگر دوستان دیگه ای جای دیگه ای هم کار مشابهی دارن انجام میدن، من اطلاعی ندارم و چیزی هم ندیدم، اما این کاری که ما داریم انجام میدیم چیزیه که به هر حال میتونم در موردش صحبت بکنم و اطلاعات دارم در موردش. جهت اطلاع از طرف جنبش رهایی زن، همکاران ما در ظرف تمامی این دوران اخباری که چه از جانب شما و چه از جانب عزیزان از ایران، فیلم ها، گزارش ها، هرچی که به دست ما میرسید، طبیعتا ما اینا رو تمام و منعکس کردیم و چقدر مهمه که این صداها، انعکاس این صداها به جهانیان برسه، با توجه به اینه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که این شبکه‌های ارتباطی رو قطع بکنه و نذاره این صدا انعکاس پیدا بکنه. این شبکه‌های مانند شما، ارتباطاتی که دارید و اونچه که ما خبررسانی میکنیم و طریق جنبش رهایی زن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستش. طبیعتاً اون اخبار و گزارش هایی که ما میتونیم به تمام خبرگزارهای دیگه گزارش بکنیم، این کار رو میکنیم. شماره و اونچه که شما در اختیار میتونید بذارید که از این طریق با شما ارتباط بگیرن، لطف کنید اعلام بکنید که در روی صفحه تلویزیون هم نوشته بشه، بتونن مردم با شما تماس داشته باشن. من خب تا جایی که تونستیم سعی کردیم که اطلاع رسانی بکنیم، معرفی بکنیم کانال رو، حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر یا خود کانال‌های تلگرامی که دوستان در واقع دارن و میدونیم که بازدید کننده داره این کانال‌های تلگرامی، ازشون خواستیم که کمکمون بکنن با هدف اینکه ما صدای این افراد رو بلند بکنیم، با هدف اینکه در واقع حمایت بکنیم از کسانی که الان توی بازداشتگاه ها و توی زندان های سیستم توتالیتر و مستبد جمهوری اسلامی در وضعیت نامناسبی به سر میبرن و خطر جانی تک تک این افراد رو تهدید میکنه، و تا جایی که تونستیم یک تعدادی رو، یعنی تا جایی که تونستیم این رو معرفی کردیم، شاید خیلی هنوز دیده نشده. من نمیدونم مثلا از تریبون شما ما میتونیم آیا این کانال رو معرفی بکنیم، چون میدونم که شما بینندگان زیادی دارین و میخوام از همین تریبون استفاده بکنم، اگر اشکالی نداره از نظر شما معرفی بکنم و بخوام از مردم که اگر هر گونه اطلاعی نسبت به کسی از عزیزانشون یا اقوامشون و نزدیکانشون دارن که میدونن الان یک جایی در ایران هست که به هر حال اینها الان زیر ضرب و زور هستن، میتونن مراجعه بکنن، کمک بکنن که ما شناسایی بکنیم این افراد رو و کمک بکنم برای اینکه بتونیم حداقل یک قدم کوچک برای اینکه جانشون و امنیتشون رو اندکی بتونیم حفظ بکنیم، یه شرایطشون رو توی زندان بتونیم یکم در واقع توجه رسانه ها رو به افراد جلب بکنیم که الان توی زندان هستن، کمک بزرگی خواهد بود. چون به هر حال این صرفا فقط یک کار مردمیه، هیچ به هیچ جایی وابسته نیست و به همین وابسته نبودنش به هیچ جایی شاید یکی از علتهاییه که هنوز خیلی دیده نشده و هنوز خیلی در واقع توجه ها رو جلب نکرده، ولی به هر حال امکاناتیه که در اختیارمون هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه صدای افرادی که توی بازداشتگاه ها هستن شنیده بشن. اینها خیلی هاشون آدم های عادی هستن که به هیچ جایی دسترسی ندارن و هیچ لینکی ندارن. شاید مثلا مثال میزنم، اگر یک فعال کارگری امروز دستگیر بشه ما خیلی سریعتر متوجه میشیم، چون به هر حال این فعال کارگری چهره شناخته شده ایه و تعداد افراد زیادی هستن که میتونن صدای این فعال کارگری یا فعال دانشجویی باشن. اما وقتی یک دستفروش دستگیر میشه، وقتی یک کارگر دستگیر میشه، وقتی یک فردی که
در واقع چهره شناخته شده ای نداره دستگیر میشه، متاسفانه خیلی دیده نمیشه، خیلی توجه جلب نمیشه و این دست سیستم رو باز میذاره برای اینکه هر اتفاقی برای این فرد توی زندان بیفته. سیروز عزیز، این سایتی رو که راه انداختید طبیعتا برای شبکه، برای صفحه تلویزیون مردم خواهند دید، بهش مراجعه خواهند کرد. یه بار خودتون بگید این سایت رو چه سایتی یه هست؟ کانال تلگرامی مینو جان به اسم برای آزادی دستگیر شدگان قیام می کنیم. من لینکش رو برای شما می فرستم که اگر شما زحمت بکشین و لینک رو در واقع معرفی بکنین، فکر می کنم که اگر کسی بخواد می تونه بیاد و عضو بشه و ببینه، حالا خبرها رو ببینه و اگر خبری و اطلاعی در مورد کسی داره در اختیارمون قرار بده و ما حتما و حتما در صورتی که بدونیم خبر تایید بشه و صحت و سقم خبر. سرماز عزیز، با سپاس فراوان از تلاش های شما، امیدوارم خسته نباشید و بتونیم در برنامه های دیگه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم و توضیحاتی رو در ادامه این در این رابطه برای بینندگان ما بدید. شب و روزتون خوش. سپاس از شما مینوی عزیز و به امید روزهای بهتر.